با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. در دومین سالگرد قتل دست جمعی مسافران پرواز 752 اوکراینی، جنایتکاران رژیم اسلامی قتل دیگری رو در زندان رقم زدند. قتل تدریجی بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و فیلمساز سرشناس توسط ویروس کرونا. اما در اعتراض به قتل بکتاش آبتین از درون زندان، بله از درون زندان، تعدادی از زندانیان سیاسی اوین، تهران بزرگ، غرچک، زندان شیراز دست به اعتصاب غذا زدند و به همراه این عزیزان تعدادی دیگر از فعالین سیاسی اجتماعی نیز در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان، اونها نیز در خارج از زندان در مناطق مختلف از ایران گرفته و حتی در خارج از کشور در حمایت از خواستهای زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند. هدف زندانیان سیاسی که در زندانها دست به اعتصاب غذا زدن آزادی همه زندانیان سیاسی است و پیشگیری از مرگ و شکنجه بیشتر زندانیان سیاسی که در زندانهای رژیم در جریانه. در برنامه امروز ما با دو تن از زندانیان سابق سیاسی، با خانم زهرا سراجی و همچنین مسعود وظیفه خواهیم بود که این دو عزیز نیز در حمایت از خواستای زندانیان سیاسی که همکنون در زندان دست به اعتصاب غذا زدن، این دو عزیز نیز دست به اعتصاب غذا زدن در کنار تعداد دیگری از فعالین مدنی در خارج از زندان. با سلام به شما خانم سراجی گرامی و با تشکر از این که به ما وقت دادیم تا در برنامه امروز رو در رو ما با شما باشیم. خواهش میکنم، با عرض سلام و درود خدمت شما، همکارانتون و تمام مردم ایران. جا داره قبل از هر صحبتی، شروع هر صحبتی، من آزادی آتنا دائمی، فعال مدنی، بعد از 7 سال رو تبریک بگم به خودشون و خانوادشون و همچنین آزادی علی نوریزاد چند ساعت پیش از زندان اوین رو تبریک میگم به جامعه ایرانی. من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. مسعود وظیفه، با سلام به شما و با تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا ما صدای شما رو به گوش مخاطبین برنامه‌مون برسونیم. درود بر شما. بنده هم به نوبه خودم از تمام دوستان و عزیزانی که برای شنیده شدن صدای ما زحمت میکشن شبان روز تشکر و قدردانی میکنم از مردم ایران که در این سالها دوشادوش ما رو حمایت کردند و ما رو تنها نگذاشتن. آزادی بانو آتنا دائمی و علی نوریزاد رو بنده تبریک میگم و اینکه امیدوارم زندانی در کشور نباشه که این دوستان و دوستان دیگه‌مون رو بخواد درخواست کنه. بنده در خدمت هستم. ممنون از شما. دیروز، امروز البته سه‌شنبه است که ما این برنامه رو داریم ضبط می‌کنیم. دیروز وقتی که خبر آزادی آتنا منتشر شد و به خصوص یکی از زیباترین صحنه‌ها، ویدئویی که نشون می‌داد خانم معصومه نعمتی عزیز در کنار آقای حسین دائمی و همچنین خانواده وقتی آتنا رو می دیدن و اون عشق و محبتی که از مادر در ارتباط با آتنا داشت ابراز می شد و به خصوص عملا خبر نداشت و عملا شگفت زده شده بود و باور نمی کرد دخترش رو داره می بینه، یکی از زیباترین ویدئوهایی بود که در ایران پخش شد و مردم دیدن وقتی که عزیز یک خانواده بعد از مدت‌ها از زندان، در زمانی که برای آزادی و دفاع از برابری و دفاع از حقوق کودک و دفاع از حقوق زن در زندان بوده، بهترین دوران عمرشون، وقتی آزاد میشه خانواده چه احساسی بهشون دست میده و نه تنها خانواده، همه کسایی که اون رو شاهد بودن. ما هم همینجا جا داره
از طرف برنامه رو در رو به خانواده عزیز دائمی آزادی آتنا رو تبریک میگیم. خانم سراج گرامی، لطف کنیم برامون توضیح بدین هدف زندانیان سیاسی که در زندانها دست به اعتصاب غذا زدن چیه؟ همونطور که میدونید فشار روی زندانیان سیاسی به دلایل مختلف بسیار زیاده. حکومت به نوعی از هر راهی وارد میشه تا زندانیان سیاسی رو مورد شکنجه های جسمی، روحی، روانی قرار بده تا اونها رو در هم بشکنه مقاومتشون رو و بتونه چند روزی بیشتر بر اریکه قدرت باقی بمونه. و متاسفانه در این مورد شاهدیم که موفق نبوده. مبارزین ما بسیار مقاومتر از اونی هستن که رژیم جمهوری اسلامی فکر میکنه. این دوستان در جریان قتل بکتش آبتین دست به اعتصاب غذا زدن به این دلیل که واقعا وضعیت زندان ها به هم ریخته است. ما این چندمین مورد قتل عمدی هست که شاهد هستیم در این چند وقت اخیر، که وقتی زندانی سیاسی بیمار میشه و نیاز به درمان داره، مسئولین زندان، مسئولان سازمان زندان ها، قوه قضاییه تعمدن زندانی بیمار رو در شرایط قرار میدن که بیماریش به مرحله حاد برسه و قابل درمان نباشه. و متاسفانه در اون مدتی که زندانی بیمار میشه، حتی داروهاش رو هم تلاش میکنن قطع بشه و زندانی رو به مرحله میرسونن که دیگه هیچ امیدی به درمانش نیست. اون وقته که اقدام میکنه برای رفع مسئولیت، برای سلب مسئولیت از خودش، زندانی رو به زندان، به بیمارستان ها منتقل میکنن. اما دیگه در واقع تو همون زندان کار از کار گذشته و ما الان متاسفانه این چندمین قتلیه که اتفاق میفته از بهنام محجوبی، ساسان نیکنفس و خیلی از دوستان دیگه، ستار بهشتی، دوستان دیگه که در زندان ها به این طریق کشته شدن تعمدن توسط رژیم. و دوستانی هم که الان اعتصاب کردن به این دلیله که از سازمان زندان ها، از قوه قضایی پاسخ درستی میخوان که چرا در مورد زندانیان امنیتی و سیاسی این قبیل فشارها حاکمه بر روشون. آقای وظیفه، شما اخیرا از زندان آزاد شدین، خودتونم در زمانی که در زندان بودین دست به اعتصاب غذا زده بودین، الان هم در شما به عنوان یکی از فعالین جنبش اجتماعی و همچنین فعالین مدنی، الان هم در دفاع از اون زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زدن دست به اعتصاب غذا زدین. لطف کنین هدف این جمعی که دست به اعتصاب غذا زده رو برامون توضیح بدین که این جمع چه هدفی رو از اعتصاب غذا خودش در زمانی که بیرون از زندان هست تعریف میکنه. بله، عرضم به حضورتون که اعتصاب غذا رو دوستان بعضی هاش فقط شنیدن و نمیدونن واقعا چه کار سخت و دشواریه. از این دسته دوستانی که داخل زندان اعتصاب غذا کردن معمولا یه شرایط رو میدونن چقدر بحرانیه، با جون اون شخص داره بازی میشه. آخرین راه برای هر زندانی سیاسی اعتصاب قضاست، یعنی زمانی که دستش از همه چی کوتاه میشه و دیگه هیچ راهی برای نجات نداره، اون موقع است که متوسل میشه به اعتصاب قضا که آخرین راه و خطرناکترین راه. یعنی اگر یک زندانی این راه رو انتخاب کنه، تا پای مرگ برای جنگیدن قول بچه ها گفتنی وارد این مبارزه شده. دوستانی که داخل زندان تهران بزرگ و جای جای دیگه کشور دست به این اعتصاب قضا زدن، واقعا کسانی هستن که از جونشون گذشتن و دوستانی هم که بیرون از زندان به حمایت این دوستان اعتصاب قضا میکنن، به خاطر اینی که میدونن این دوستان چه شرایط سختی رو دارن الان سفری میکنن. نخوردن قضا، شما یک روز، دو روز، سه روز، یک هفته، ده روز، وقتی از ده روز به بالا میشه فشارتون به حدی پایین میاد که
دستهاتون کج میشه، چشماتون به مشکل برمیخوره، تمام مفاصلتون دچار مشکل میشه، کلیتون دچار آسیبگی شدید میشه، بعد کم کم قندتون به مشکل برمیخوره، اکسیژن خونتون هستش، از حالت طبیعی و نرمال خارج میشین و به حالت خلسه و کما. این جاییه که دیگه برای هر زندانی سیاسی واقعا یک شربت، یک جامیه که شربتی توش هست داره می نوشه برای مرگ. به قول قدیمی ها می گفتن جام شهادت، ما هم توی زندان این حالت رو داشتیم. اما مرگ بکتاش و آبتین، مرگی که حالا دوستان میگن مرگ، ما میگیم شهادت که چون از هم لباسی ها و هم رزم های ما بودن بزرگوار، شهادت بکتاش باعث شد که دوستان ما دیگه طاقت نیارن و نتونن سقوط بکنن، چون بکتاش یک انسان فوق‌العاده خیلی با شخصیت و باهوش و برای همه ما یه ارزش خاصی داشت و براش احترام خاصی بود. با از دست دادن بکتاش ما به ناچار دوستانمون دست به اعتصاب قضا زدن، چون قبل از اون هم سازمان نیک نفس رو از دست دادیم، شیرعلی رو از دست دادیم، بهنام محجوبی رو از دست دادیم، ستار بهشتی رو از دست دادیم، یک سری از دوستانمون رو در زندان از دست دادیم که حکومت نهایتاً اون رو به مرگ‌های غیر اخلاقی کشوند، گفتن به خاطر مصرف مواد بوده، به خاطر بیماری کرونا بوده، به خاطر نمیدونم درگیری با جرم خشن بوده. همیشه این مسائل رو عنوان کردن تا از زیر بار مسئولیت قد افراد سیاسی خودشون رو تبرئه کنن. ما امشب بحثمون این نیستش که حالا زیاد بخوایم در مورد کسانی که از دست دادیم بخوایم صحبت کنیم. من همیشه اینو میگم، ما باید تلاش کنیم که دیگه کسی رو از دست ندیم. شما وقتی وارد زندان‌های سیاسی کشور میشید توی جمهوری اسلامی، از اول شکنجه، ضرب و شتم، انفرادی و یک حالت تجریح و دردناکیه که خانواده هاتون نمیدونن کجا هستین، در به در دنبالتون میگردن، شما خودتون که دستگیر میشید نمیدونید کجا هستین، کسی باهاتون صحبت نمیکنه، میبرنتون داخل انفرادی یک مدت، تک و تنها داخل یه سلول انفرادی که واقعا غیر قابل تحمل سکوت دیدنت میکنه، با در و دیوار صحبت میکنی، بعد شرایط نوریش اونجا خرابه، شرایط سرویس بهداشتی نداره، غذایی که بهت میدن رو واقعا نمیشه خورد. این باعث میشه که دوستان خلاصه بمنار داریم؟ بله بفهم، اگه خلاصه کنیم که ما میتونیم بیشتر راجع به نکات مختلف صحبت کنیم. بفهم بله. این باعث میشه که دوستان تو مرحله آخر دیگه دست به اعتصاب بزنن و متاسفانه بعضی وقتا جونشون رو از دست بدن. خب خیلی ممنون از شما. من البته در ارتباط با اینکه در خارج از زندان، شما خب به روشنی روی مسئله تاکید کردین که زندانی در واقع درون زندان یکی از آخرین حربه هایی که در دفاع از جان خودش به دست میگیره مسئله اعتصاب غذاست. در خارج از زندانم میگم هم شما و هم خانم سراجی دست به اعتصاب غذا زدن. حالا میتونیم بیشتر تو خود برنامه صحبت بکنیم که هدف دوستانی که در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا هست زدن چیه. قبل از اینکه راجع به این مسئله صحبت بکنیم، خانم سراجی لطف کنین یه تصویری به ما بدین، کسایی که نمیدونن که چجوری مسئله یه کسی که میان اول میان سراغش و اینکه بخوان دستگیریش بکنن، یه تصویری رو بهم بده که این پروسه چجوریه، من جمله در ارتباط با خودتون و یا اینکه در ارتباط با کسای دیگه که تو زندان باهشون روبرو بودین، اینکه یه کسی وقتی بهش حکم میدن و یا حکم نمیدن و دستگیریش میکنن، این پروسه و دستگیریش به چه شکلی اتفاق میفته و چه جوری میگذره. معمولا دستگیری افراد، معمولا افراد سیاسی بدون ارائه حکم قضایی، یعنی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل میشن، فرد رو مورد ضرب و شتم قرار میدن جلوی چشم خانواده، با تهدید خانواده اون و زندگی فرد خانواده رو به هم میریزن، گوشی ها رو برمیدارن، متهم رو حالا
نمیتونیم بگیم مجرم، متهم روی فردی که فعالیت سیاسی کرده، به گرانی، به فساد و فحشا، به اختلاس، به دزدی، به خیلی چیزا اعتراض کرده و در واقع واقعیت رو بیان کرده، این فرد رو به عنوان به گونه‌ای دستگیر میکنن که انگار یه قاتل بالفطره رو دستگیر کردن، انگار شخصی رو دستگیر کردن که یه جرم بسیار بسیار سنگینی رو مرتکب شده و آدم بسیار خطرناکیه، باید با این نحو دستگیر بشه، با دستبند، پابند و کشون کشون بکشوننش، بندازنش توی ماشین، ببرنش جایی که یه مدت خانواده از جای بچهش اطلاع نداره، نمیدونه فرزندش کجا به سر میبره، در چه حالتی، زنده است، مرده است، اجازه تماس نمیدن به زندانی، زندانی خودش نمیدونه خانوادهش تو چه وضعیتی هستن، تو شرایط بسیار سختی به سر میبره، تحت شکنجه است، تحت شکنجه جسمی، فشارهای روحی روانی سلولهای انفرادی و سوال و جوابهای بازجوها که با لحن بسیار تند و بسیار زشت برخورد میکنن، با لحن صحبتهای واقعا زننده برخورد میکنن، سوال و جواب میکنن، از نظر روحی روانی متهم رو مورد آزار قرار میدن. زبانی هم که وارد زندان میشه، این زندانی همه جوره تخریب شده، خانواده این زندانی، یعنی با دستگیری یک فرد خانم سراجی، پروسه دستگیری شما به چه شکلی بود؟ من زمانی که ریختن داخل منزل بدون ارائه حکم قضایی بوده و ریختن داخل منزل و با ضرب و شتم، حتی ضرب و شتم برادر کوچکترم من رو دستگیر کردن و متاسفانه همون لحظه یکی از خانومهایی که با مامور، سه تا آقا بودن و یه خانوم، اعلام کردم من قرص برنج خوردم به قصد خودکشی و با کتک زدن جلوی چشم مادر پدر پیرم و اعلام این که بنده خودکشی کردم، به زور و کشون کشون منو تو خیابون کشوندن از داخل اتاق، توی حیات می کشوندن منو و پرتم کردن توی ماشین و بردن درمانگاه و آمپول هایی که تزریق شد که من از همون موقع دچار مشکل شدم و در دستگیری دوم هم تو زندان اوین هم این مشکل رو من مجدد تجربه کردم، تشنج های طولانی رو و دادن داروهای اشتباهی که باعث شد سلول های مغزی آسیب ببینه و من هنوز اثرات رو بعد یه سال و نیم که هنوز از زندان، بعد یه سال و نیم که از زندان آزاد شدم، هنوز اثرات مخرب اون داروهای اشتباهی که بهم تزریق شده همچنان در بدنم وجود داره. یک فرد وقتی دستگیر میشه، فقط یک فرد نیست، چندین نفرن که درگیر دستگیری، درگیر این جریان، این پروسه میشن و بسیار بسیار وحشتناکه. شما نمیتونید تصور کنید یه پدر و مادر چطور میتونن سر سفره بشینن با تصور اینکه فرزندشون گشنه است، سیره، چطور دستشون به غذا نمیره، نمیتونن راحت غذا بخورن، نمیتونن مسافرت برن، نمیتونن بگن، بخندن، لبشون به خندیدن باز نمیشه، چون شرایط فرزندشون رو نمیدونن، فرزندشون تو چه شرایطی به سر میبره، فشارهای سنگینی به خانواده ها اعمال میشه، آقایونی که به هر حال خانواده دارن، زن و بچه، فشار بسیار زیادی رو از نظر اقتصادی، روحی، روانی متحمل میشن، بچه ها توی این قضایا آسیب بسیار جدی میبینن، از کودکی خشونت رو در لحظه ورود، از لحظه ورود میبینن و با این خشونت بزرگ میشن و این تخریبی که از نظر روحی روانی روی اون بچه میذاره تا پایان عمر با او خواهد بود. ممنون از شما. اجازه بدین در ارتباط با تجربه آقای وظیفه در تو همین پروسه راجع به تجربه ایشون هم بشنویم. آقای وظیفه بفرمایید. واقعیتش موقع دستگیری دوستان
و حالا بنده تا جایی که از دیگران هم شنیدم شما به رو هر برای چی حال دستگیر کردن های وظیفه؟ میتونید برای بینندگانمون هم بگین که در جریان باشن؟ بله وقتی حمله میکنند برای دستگیری یک نفر دو نفر نمیان دوستان آیان وزارت اطلاعاتی حداقل بالای 10 نفر برای دستگیری مراجعه میکنند در رو با لگت میشکنند بعد از اینکه در رو شکوندند انگار یک قاتل و یک جانی رو میخوان دستگیر کنن انگار مثلا ما توی خونه هامون سلاحهای سنگین داریم با تانک پشت در وایسادیم که اینا داخل نیان با یک روح وحشتی وارد منزل میشن که همسایه ها از ترس فرار کنن کسی جلو نیاد بعد از اینکه دستگیرت میکنن با چنان روح وحشتی شما رو میبرن داخل انفرادی ها و سلولای خودشون میندازن که شما تا حداقل 24 ساعت گیجی که چی شد چجوری گرفت چرا اینجوری اومدن گرفتن در صورتی که به ما اگه ابلاغ کنن ما خودمون بلند میشیم میریم خودمون رو معرفی میکنیم اصلا نیازی به این هیاهوا نیست اما به خاطر اینکه مردم رو بترسونن و خانواده ها رو بترسونن که افراد بیشتری به این حلقه وصل نشن سعی میکنن که از ماها به عنوان یک طعمه و یا یک بازیگری که نقش کتک خور رو داره استفاده کنن و چشم زهری از دیگران بگیرن وگرنه میدونن که ماها فقط فعال مدنی هستیم ما فعالای سیاسی هستیم معترض هستیم و حقمون اعتراض یک رأی داشتیم و یک حق اعتراض داشتیم اما با خشونت و خیلی سختگیرانه هجوم میارن دستگیرت میکنن مورد ضرب و شتم قرار میدن اگر کسی باشه که بدونن احتمال داره فردا اونم به این حلقه اضافه میشه شما رو با شوکر و با تیغ و ناق اسلحه و نمیدونم با کابل و تناب مورد ضرب و شتم قرار میدن تا جایی که از حال برید و بیهوش بشید بعد شما رو کشون کشون میندازن داخل یک ماشین و به ناکجا آبادی میبرن که حتی خودتون هم تا آخرین روز نمیدونید کجاست. خب علت دستگیریتون چی بود؟ چه اتهامی بهتون زدن؟ علت دستگیری بنده تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه براندازی نظام جنوبی اسلام. همون اتهاماتی که به همه در واقع میزنن اتهامات رایجی که اینقدر نخنماز که گویا همه خب اتهامات زیاد هستش اتهامات اینها وقتی من سال 88 که دستگیر شدم توهین به رهبری بود و تبلیغ علیه نظام و عضویت این سری هم که دستگیر شدم همون تبلیغ علیه نظام و عضویت داخل اتهامات هم بود که شما هر اعتراضی بکنید در داخل خاک ایران تبلیغ علیه نظام رو شما دارید بعد به ما میگن امنیتی من با قاضی که صحبت میکردم گفتم شما به ما میگید امنیتی در صورت که ما فعالین مدنی و سیاسی اصلا جرم ما سیاسیه شما میگید امنیتی امنیتی شمایی هستید که زن بچه و ناموس مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدید یا قتل‌های گسترده میکنید افراد خطرناکی مثل شما امنیتی هست ولی ماهایی که دادخواه هستیم و معترضیم فقط فعال سیاسی یا مدنی هست. ممنون از شما خانم سراجی. خب وقتی یه زندانی سیاسی وارد زندان میشه یه مقدار با ما تصویری بدین که رابطهش با زندانیان غیر سیاسی زندانیانی که نه به خاطر جرم سیاسی که رژیم اونا رو انداخته تو زندان به خاطر جرم غیر سیاسی اونا رو در زندان انداخته رابطه ها به چه شکلی و همچنین رابطه زندانیان سیاسی با یکدیگر اگه نظراتشون از نظر سیاسی متفاوت باشه این روابط رو برامون توضیح بده. معمولا وقتی یه زندانی سیاسی رو میخوان وارد یه بندی میکنن مخصوصا در شهرستانهای کوچیک قبلش توی زندانی ها ایجاد رعب و وحشت میکنن این مورد در مورد خود من هم اتفاق افتاد زمانی که من دستگیر شدم بار اول در شهرستان قبل از اینکه به بند عمومی منتقل بشم به تمام زندانی ها گفتن که ما زندانی ها همه جرائم مخدر و قتل و حالا جرائم دیگه بودن بهشون گفته بودن که شماها برید خدا رو شکر کنید که جرمتون
مواد مخدر، حالا مثلا 20 سال حبس دارید، شما خدا رو شکر کنید که حکم زندانی قتلی هستید، قاتل هستید و نمیدونم، خیلی شرایطتون خیلی خیلی بهتره. ما فردا زندانی قرار بیاد اینجا که حکم بسیار سنگینی داره و ارتباط برقرار کردن باهاش به نفع شما ها نیست. من زمانی که وارد زندان شده بودم، وارد بند عمومی شده بودم، هیچ کدوم از زندانی ها حاضر نشده بودن حتی به سلام من جواب بدن، از ترس و وحشتی که روز قبل درشون ایجاد شده بود. من یه صبح تا غروب رو تو سکوت مطلق بودم، یعنی هیچ کس حاضر نبود با من یه حرفی بزنه. من توی گوشه کس کرده بودم و به هیچ کس جوابی به من نمیداد، حاضر نبود با هم صحبت کنه. و غروبش دیدم آروم آروم صحبت دارم، شروع کردم به صحبت کردم، من متوجه شدم که روز قبل همشون رو ترسونده بودن که با من ارتباط برقرار نکنن و براشون سنگین تموم میشه اگر بخوام با من ارتباط برقرار کنم. جرم یه متهم سیاسی رو، اینا یه فرض رو که به جرم سیاسی میگیرن، تو زندان جرائم غیر سیاسی اونها رو به عنوان زندانی های بسیار خطرناک معرفی میکنن و سعی میکنن تا جایی که میشه از ارتباط برقرار کردن جرائم سیاسی و غیر سیاسی جلوگیری کنن. و گاهن پیش میاد که جرائم خشن به دلیل عدم تفکیک جرائم در زندانهای ما به زندانهای سیاسی، به خاطر اون ذهنیتی که درشون ایجاد میشه، مسئولین زندان اونها رو تحریک میکنن علیه زندانی سیاسی، برخورد بسیار زشت و زننده‌ای با زندانی های سیاسی دارن، سعی میکنن بایکوتش کنن توی سلول توی بند و اذیت میکنن از این طریق. ولی خب زمانی که شما زندانی های سیاسی که حالا هر جای کشور، هر جای دو تا زندانی سیاسی با دو تا فکر متفاوت، با گرایش های مختلف، وقتی همدیگر رو میبینن سعی میکنن کنار هم باشن، همدیگر رو حمایت کنن، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی که دارن سعی میکنن کنار هم باشن و همدیگر رو حمایت کنن، چون میدونن فقط خودشون هستن که میتونن توی زندان کنار هم باشن. به دلیل اون جدی که مسئولین زندان ایجاد کردن، جز خودشون کسی رو ندارن. اینه که زندانی های سیاسی معمولا توی زندان با همدیگه ارتباط خوبی برقرار میکنن و سعی میکنن همدیگر رو تحت هر شرایطی حمایت کنن، ولی واقعا به دلیل جبری که ایجاد میکنن، جرائم غیر سیاسی با زندانی های سیاسی رفتارهای زننده و زشتی واقعا دارن به دلیل اون ذهنیت ناشایستی که درشون ایجاد میشه. ممنون از شما آقای وزیر، شما تجارب مختلفی دارین، اخیراً هم از زندان آزاد شدین اگه من اشتباه نکنم، شاهد درگیری هایی که در زندان بودین و همچنین شاهد کسایی که سازندگان تاریخ آبان 98 هستن و در زندان ها به سر میبرن، با اونا هم شما بله از اینا برامون بگین، برای تکمیل فرمایشات بانو زاره من این رو اضافه کنم. همونطور که ما بیرون یک خانواده داریم، یک خانواده هم داخل زندان ها و اسارتگاه های جمهوری اسلامی داریم. ما زندانیان سیاسی همه با هم برادر و خواهر هستیم و همین دلیل باعث شد که بیرون از زندان در وین و در داخل خود کشور ایران دوستانی که جزء فعالین سیاسی و مدنی هستن دست به اعتصاب قضا بزنن. یعنی ما از برادران و خواهرانمون تا آخرین لحظه و قطره خودمون دفاع میکنیم. این چیزی که ما داخل خود زندانهای کشور یاد گرفتیم. زمانی که ماها رو دستگیر میکنن، اول به خب جاهای نامعلوم میبرن، بعد میارن به بندهای عمومی. اگر سالن‌های سیاسی داشته باشن منتقل میکنن به سالن سیاسی، اگر نداشته باشن یک مدت کوتاهی رو در قرنطینه نگه میدارن، بعد شما رو میدن داخل سالن سیاسی. جرائم دیگه، جرائم غیر سیاسی معمولا خب توی فکر خودشون هستن، با مواد، با
و کلک، حالا با هر چیز خودشون سرگرم میکنن و ثبات اخلاقی ندارن معمولا. وقتی که با ماها در یک جا نگهداری میشن براشون جذابه، از گفته های ما چیزهایی رو که میشنون و اون اتهاماتی که به ما وارد شده میگن واقعا شما با چه جرأتی این کارو کردید، خیلی شما دل دارید، خیلی جگر دارید. بعد ما بهشون توضیح میدیم، میگیم مثلا به من 5 سال دادن، خب تو چی کار کردی؟ میگه مثلا من یک ماشین رو سرقت کردم فروختم و من 10 سال دادن. بعد ما میگفتیم خب بهتر نبود همین شما اعتراض میکردی، شما بخاطر گشنگی رفتی سرقت کردی، بهتر نبود اعتراض میکردی سرت بالا باشه و بیای زندان؟ که اینها باعث میشد به گوش مسئولین زندان میرسید و ماها رو سریع از این جرائم تفکیک میکردن. جز اینکه یک سری از افرادی که از خودشون بودن، مثل آقای کامران فهیم نامی بود که میومد به بچه ها پیشنهاد میداد، به خود بنده پیشنهاد داده بود به ماهیانه 7 تا 10 هزار دلار میدیم، خارج از ایران به جا و مکان میدیم، شما بیورو اونجا مثلا برای ما کار کن، مأمور ترور بوده ایشون داخل سپاه پاسداران. ولی زمانی که ما رو با هم نگهداری میکنن، یعنی زندانیان سیاسی رو در کنار هم نگهداری میکنن، دیگه ما اونجا فارغ از هر گونه اعتقاد و باور و فکری با هم برادر میشیم، با هم کنار میاییم، برای همدیگه با مخالفینمون مبارزه میکنیم، با سران حکومتی مبارزه میکنیم، دادستان بیاد، قاضی بیاد، دادیار بیاد، قاضی ناظر بر زندان بیاد، متحد میشیم مثل یک زنجیر دست به دست و باهاشون مبارزه میکنیم. توی اون درگیری های اخیر خیلی از مسئولین زندان اومدن، ولی اتحاد بچه ها باعث شد که نهایتا منجر به تفکیک جرائم داخل زندان تهران و بزرگ بشه، که یکی از موفقیت هایی بود که بچه های سیاسی راجب خود آقای وزیر راجب خود درگیری هم میتونید توضیح بدین؟ درگیری سر چی بود؟ از کجا شروع شد؟ کسایی که خبر ندارن مطلع بشن. درگیری من یک روز داخل سالن 10 تیپ 2 زندان تهران بزرگ نشسته بودم که با دوستان تصمیم بر این شد 10 نفر دست به اعتصاب قضا بزنیم و این رو سراسری بکنیم، اما به خاطر اینکه شرایط یه خورده خاص بود، جو خراب بود، درگیری ها زیاد بود داخل بند هامون، جرائم خشن وارد سالن شده بودن، دیگه نمیتونستیم هیچ کاری بکنیم، من دست به اعتصاب قضا زدم. آقای شاپور احسانی راد و علیرضا فرشی و حالا 7-8 نفر از دوستان دیگه به حمایت بنده پشت این اعتصاب رو گرفتن و زندانهای دیگه کشور از جمله رجایی، اوین، قرچک، دیزل‌آباد و خیلی جای دیگه به گوش بچه‌ها رسوندن که آقا ما می‌خوایم اعتصاب رو سراسری بکنیم، که در نهایت 10 تا 15 نفر اعتصاب سراسری برای تفکیک جرائم رو خواستار شدیم در تمام کشور. بعد از اینکه ما موفق شدیم این اعتصاب رو به سرانجام برسونیم، بعد از 37 روز اعتصاب و بچه‌ها حمایت کردن، مسئولین زندان دیگه ناچار بر این شدن که این تفکیک جرائم رو به ما بدن. روز 16 بود که به ما تفکیک جرائم رو اعلام کردن انجام میشه و روز 15 به ما حمله کردن، دقیقا کاری رو که توی ارومیه اخیرا انجام دادن. یعنی هر خواسته ی شما از زندان و مسئول زندان داشته باشید اگر به سرانجام برسه، با جرائم خشن میان تلافی میکنن و سر شما بلا میارن و مورد ضرب و شتم قرار میدن و ما هم بهمون حمله کردن، با چاقو تا بچه ها رو زدن، با فلاک آب جوش بچه ها رو زدن، ناقص کردن. بعد از اینکه قشنگ عقده‌شون رو خالی کردن، ما رو بردن داخل یک سالن دربسته که اونجا به عنوان سلولای انفرادی و اتاقهای بازجویی خیلی حالت بد، من میگم بد، شاید بعضی از شنوندا فکر کنم من دارم یک چیز عادی رو ذکر کنم، واقعا اون تصوری که از ساواک شنیدن یک سری افراد اون خیلی عالیه. یعنی اون تصور ساواک رو شما در نظر بگیر، این چیزی که من دارم بهتون میگم یه چیز فراتر از اون تخیلاتیه که مردم ایران دارن، شما رو جایی میبرن که واقعا روزی هزار بار در هر لحظه ثانیه از زندگی ده مرگ رو بخوای، یعنی با این شرایط باید زندگی کنی داخل زندان های سیاسی، خانوادت هر لحظه فکر میکنن مردی، برو با این شرایط کنار هم قرار میدن. و قشنگترین چیز اینجاست، من اینم بگم بعد حالا شما چیز رو بگید من
نگوش میدم. قشنگترین چیز اینجاست، اتحاد بین تمام اقشار سیاسی در زندان شکل میگیره و بیرون معنی پیدا میکنه. ما اون تو شکل گرفتیم و الان معنیش رو داریم به مردم میگیم و پشت همون تفکرات داخل زندان هستیم. یعنی هر چقدر ما از زندان بیرون هم بیاییم باز با همون تفکرات هستیم. خیلی ممنون از شما آقای وزیر. البته خیلی کوتاه، چون من میخواستم از خانم سراجی بپرسم، ولی خیلی کوتاه در ارتباط با اعتصاب غذا شما شروع کردیم و اینکه ما پشت زندانیان سیاسی در داخل که در حال اعتصاب غذا هستن ایستادیم و دست به اعتصاب غذا زدیم. یکی از زندانیان سیاسی که پیامی به بیرون فرستاده حمید کاشانی از این صحبت کرده که به جای اعتصاب غذایی که دوستان در بیرون دست دادن به تاکتیک های دیگه ای دست ببرند. و خودتونم از این صحبت کردیم که در واقع درون زندان به خاطر اینکه اون آخرین راه حل است که یک زندانی بهش دست میزنه، میخواستم ببینم که چه تاکتیک های دیگه ای میشد در دست گرفت و شما اونا رو مد نظر قرار ندادید و به جایش دست به اعتصاب غذا در خارج از این. در خارج از زندان خیلی راه زیاد هستش، اما ما در وهله اول به دو دلیل دست به اعتصاب غذا زدیم. دلیل اولش این بود که دوستانمون بدونن که ما هم در بیرون از زندان به این فکر هستیم که اگر اونها نخورن ما هم نخواهیم خورد و پشتشون رو خالی نمی کنیم. دوم این که اگر دیدیم کار به جای باریک کشید و دوستانمون جونشون در خطره، ما ازشون بتونیم خواهش بکنیم که به این دلیل ما اعتصاب کردیم به احترام شما، پس حالا شما به احترام ما دست از این اعتصاب بردارید. و اگر در اون روز این دوستان حرف ما براشون یه خورده غیر منطقی باشه، ما دست به یک راه دیگه میزنیم و اونم تحصن و اعتصابه. یعنی چون دوستان ما راه تحصن ندارن و داخل زندان فقط راه اعتصاب دارن، ما بیرون از زندان هم تحصن خواهیم کرد و هم اعتصاب. یعنی با اعتصابمون تحصن رو ادامه خواهیم داد تا نتیجه قطعی برای دوستان رو. ممنون از شما. مرسی خانم سراجی گرامی. شما خودتون توی زندان بودین، بخشی از عمرتون رو توی زندان صرف کردین و تجربه دارین که برسوات تو زندان مهمترین عاملی که میتونه روی رژیم تأثیر بذاره در دفاع از زندانیان چیه و به این اعتبار آدم بتونه به اون تاکتیک بچسبه و اون تاکتیک رو پیش ببره. طبیعتا رژیم از کارهایی که در بیرون صورت میگیره یه سری از کارها ممکنه اون رو وحشت زده بکنه و تحت تاثیر قرار بده و یه سری کارهای دیگه نه. میخواستم ببینم که پیامتون به بیرون از به بیرون به جامعه و اقداماتی که میتونه بهترین شکل رژیم رو تحت فشار قرار بده برای آزادی یک زندانی سیاسی چی کار باید؟ بولم جدا از قضیه اعتصاب که ما در کمپین بکتش آفتین و هواپیمای اوکراینی دوستانمون زحمت کشیدن و با ما همکاری کردن در این کمپین، دست به اعتصاب غذا زدن به همراه ما و من جا داری از تک تکشون تشکر کنم بابت این همراهی. راه های دیگه هم هست مثل تحصن، مثل تجمع مسالمت آمیز و خیلی چیزهای دیگه میشه کارهایی رو انجام داد که ما دنبالش هستیم بتونیم یه تجمع مسالمت آمیزی رو ترتیب بدیم و دوستان رو جایی جمع کنیم بدون هیچ خشونتی، فقط خواستار متوقف شدن فشار روی زندانی های سیاسی بشیم، از مسئولین بخوایم که به وضعیت زندانی هایی که بلا تکلیف در زندان به سر میبرن، دوستان عزیزی که بیمار هستن و زندان در مقابلشون کوتاهی میکنه، به وضعیت اونها رسیدگی بشه. ما الان در زندان دوستان زیادی رو داریم از قبیل سبا کردفشاری، جناب آرسام رضایی که به دلیل بیماری و دیر اقدام کردن بیمارستان، دیر اقدام کردن مسئولین زندان، جونشون به خطر افتاده و وضعیت جسمی نامساعدی به سر میبرن.
میخوایم این اتفاقات تکرار نشه، میخوایم دستگاه قوه قضا بفهمه که ما همه مردم کنار هم هستیم، با هم هستیم و برای ایرانمون تلاش میکنیم، برای ایرانی آزاد و ایرانی آباد، نه برای شخص خودمون. منفعت شخصی در میون نیست و همه ما برای هم هستیم، برای هم تلاش میکنیم. خیلی از راه ها میشه استفاده کرد و ما مطمئنا تلاش میکنیم در روزهای آینده از تاکتیک های دیگه هم استفاده کنیم، از راهنمایی های دوستان هم کمک بگیریم و سعی میکنیم یه مقدار از فشارهایی که این مدت روی دوستانمون هست کم کنیم از اون فشارها. ممنون از شما آقای وظیفه. خانواده بکتاشت آپتین طی بیانیه‌ای که منتشر کردن از همه مردم و همچنین از کانون نویسندگان تشکر کردن به خاطر حمایتی که از خانواده صورت گرفته و این رو مطرح کردن که هر هفته پنجشنبه ساعت 15 اگه من اشتباه نکنم بر مزار بکتاش جمع خواهند شد و از همه دعوت کردن که در اون مزار حضور داشته باشن و یاد بکتاش رو گرامی بدارن تا موقعی که مراسم 40مین روز به قتل رسیدن بکتاش رو اون مراسم رو میخوان برگزار بکنن. شما فکر میکنین که راجب این فکر میکنین که همچین مراسم هایی چقدر میتونه به بقیه کسایی که در زندان ها هستن کمک بکنه و چقدر میتونه به خانواده های دادخواه کمک بکنه و اینکه خود جمع شما که در ارتباط با این مسئله داره حمایت میکنه از زندانیان سیاسی که تو داخل دست به اعتصاب قضا زدن، برنامه‌اش رجوع به این فراخوانی که خانواده بکتاش دادن چی؟ خب این نتیجه خوبی داره چون رژیم از این تجمعات معمولا حراس داره و میترسه، همین باعث شده که اومده توی همچین جاهای دوربین کار گذاشته. ما اتفاقا هفته گذشته روز دوم یا سوم اعتصاممون بود که به نمایندگی از 10 الی 12 نفر از دوستان که داخل کمپین بکتاش آپتین دست به اعتصاب قضا زده بودن حاضر شدیم و به نمایندگی 10 نفر اونجا اعتصابمون رو به خانواده بکتاش اعلام کردیم و باقی دوستان که همونجا خانواده بکتاش اعلام کردن که ما راضی نیستیم که این اتفاق بیفته، اما خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما که از بکتاش عزیز دارید حمایت میکنید، هرچند در کنارتون نیست اما یادش درون قلبها واقعا هست. اما این تجمعات واقعا تجمعاتی میشه که شکل میگیره و باعث میشه مردم بفهمن که ما تنها نیستیم، کنار هم هستیم، اصلا حمایت میکنیم. در این تجمعات صحبت میشه، بعد از صحبت کردن خیلی از افراد مشکلاتشون داخل این تجمعات حل میشه، مشکلات مالی بعضی از زندانیان سیاسی. الان ما زندانی سیاسی داریم به نام وحید باقری، 3 سال داخل زندان، بچهش هنوز ندیدتش، نمیشناسدش، فقط عکسی از پدر داره و خب این شخص واقعا نیاز به کمک داره. این توی این تجمع ها و اجتماعاتی که صورت میگیره، فراخوان هایی که صورت میگیره، باعث میشه به بچه های دیگه اطلاع داده بشه، به خانوادهش کمک کنن و اینکه واقعا این تجمعات باعث پیشرفت در تفکرات جامعه هست، جامعه ما رو بیشتر میشناسن. خیلی ممنون از شما خانم سراجی. نظر شما هم در ارتباط به اینکه انتظارتون و پیامتون از سازمان‌های مختلف مدافع زندانیان سیاسی و همچنین از جنبش‌های اجتماعی که اونها هم زندانی دارن در درون زندان‌ها، پیامتون چیه؟ انتظارتون چیه؟ بفرمایید. من صداتون رو ندارم. شما هستین با من؟ من صداتون رو ندارم. خانم سراجی شما هستین؟ اینترنت ها ضعیفه داخل. بله. بیانگان عزیز، متاسفانه به خاطر مشکلات اینترنتی در ایران ما برنامه‌مون رو اینجا خاتمه میدیم. با تشکر بسیار زیاد از شما آقای وظیفه و خانم
سراجی که به ما وقت دادیم که ما صدای شما رو به گوش مخاطبین برنامه‌مون برسونیم. با تشکر از شما.